که تاریخ ما تا حدودی دچار سپنتاگرایی یا تقدسگرایی و افسون زدگی است، من برانم که باید این سپنتاگرایی و افسون زدگی رو از تاریخ گرفت. ما نیاز داریم به نقد تاریخ و امشب خواهم کوشید تا اونجایی که از دستم برمی آید کوروش که در آسمان ها برای بخشی از ما سیر می کنند بیارمش رو زمین. یعنی می خواهم ببینم این کوروش واقعا چه کرد، کجا دنیا آمده، محل تولد کوروش کجاست، پدرش، مادرش، پدر بزرگش کی بودن؟ چیکار میکردن؟ کجا دنیا آمد؟ چگونه زندگی کرد؟ چی گفت؟ و دیگران چه گفتن راجبش؟ بیشتر ما شنیدیم که در تورات، الان هم یاد شد، در تورات فکر میکنم بین 23 و با نام دیگر 4 و 27 بار نام کوروش آمده. و لقبی که به کوروش داده شده، اگر فقط روی اون تکیه کنم، از لقبی که به خود موسی داده شده بالاتره. موسی بنده خداست و کوروش نجات بخش. و دوستمون یادآوری کردن که به باور یهودیان فرستاده خداست. تو من زیاد به اینها نخواهم پرداخت. من میخوام ببینم واقعا تو تورات چی نوشته. همه ما تو این سخنان اخیرم شنیدید که نبونه‌ای شاه بابل در کتیبه‌ای که داره راجب کوروش نوشته چی نوشته واقعا؟ گزنفون همه میگن کوروش نامه، چی نوشته در کوروش نامه راجب کوروش؟ یعنی میخوام یک کمی بیاریم کوروش رو روی زمین و نزدیک بشیم بهش. عنوان از دیدگاه من، عنوان یکی از بزرگترین رهبران تاریخ، عنوان یک انسان فرزانه و اندیشمند به کار و کردار و زندگی کوروش نگاه کنم. کوروش به گفته 30 سال فرمانروایی کرد، از 559 تا 529 پیش از میلاد بر سرزمین‌های گسترده‌ای از آسیا فرمان راند. کجا بود این سرزمین‌ها؟ این نقشه ایران است، قسمتی که زرد رنگ می‌بینید قلمرو شاهنشاهی کوروش است. مقایسه‌اش کنید با ایران امروز و دامنش رو ببینید در اون مدت کوتاه و در چه زمانی کوروش این کارو کرد که ایران هر تکه‌ایش دست یک فرمان روایی بود. تا لیدیه و آشور و اکد که دست فرمان روایان ان ایران یا دشمنان ایران، یک نبوغ نظامی و یک مدیریت شگفت‌انگیز میخواست که در آن گرهگاه 2500 سال پیش که ما وارد عصر آهن و پولاد شدیم بتواند این اقوام پراکنده رو گرد هم در یکی از بزرگترین امپراتوری‌های جهان جمع کند. این یکی از شاهکارهای کوروش. خیلی ها باید میگن خب اونم جنگ کرد. بله جنگ کرد، معلومه جنگ کرد. همه حرکات تاریخ بها دارن. هیچ راه دیگری نبود جز این که این اقوام رو متحد کنیم. هزاران مسئله پشت این اتحاد وجود داشت که اگر نشده بود ایرانی هم امروز نبود. بریم اندکی جلوتر. این کل سرزمین هخامنشیان است و در حقیقت بخش بزرگش در زمان داریوش به ویژه مصر. ببینید که بخشی از آفریقا، جنوب خلیج فارس و
روی نقشه به صورت کمرنگ هم زیرش قسمتایی مثل کشور ترکیه، ترکمنستان، نیمی از پاکستان، افغانستان، بخشی از آسیای میانه. فکر میکنم کشورهایی که طی 2500 سال بقیه از دست دادن الان حدود 14 تا کشور ازش درست شده. خب چه از کوروش واقعا در دست روی زمین امروز بعد از 2500 سال و تاراج ها چه چیزی واقعا از کوروش باقی مانده است؟ به نظر من این علامت که بعدها تغییر شکل یافت به نام فروهر ما میشناسیمش، این یکی از یادگارهای کوروش است. درفش کیانی، این یک کاشی است که الان مشخصات بیشترش رو براتون میگم. این سوراخ که پایین و بالای عکس می‌بینی، نوار ازش رد می‌شده و به میله وصل می‌شده و این نخستین پرچم رسمی ایران هست تا زمانی که تازیان این رو بر زمین انداختن، یعنی نزدیک 1500 سال این نقش نماد ایران بوده است و به وجود آورنده این نقش کوروش بوده است. این یکی از شد، یعنی پرچم نماد ملیت و کشور رو وطن است. بگذاریم یکم بهش نزدیک بشیم. سال 1337 از کاخ آپادانای تخت جمشید این قطع کاشی لاجوردی دارای نقش عقاب پیدا شد. 12.5 سانت در 12.5 سانت دور تا دور اون 13 تا مثلث کوچک و 4 مثلث هم در 4 گوشش هست و مثلث ها به رنگ های سبز و سرخ و سفید هستند، همون که هنوز رنگ اصلی پرچم ماست. بیرونی گزنفون، هرودوت، کنکورس از روم همه یاد کردن که این نقش پرچم ایران بوده است. همه گفتن عقاب زرین پر با دو گوی رخشان در درفش هخامنشی است و خیلی ها حتی بعد از اسلام به این قضیه اشاره کردن. بیرونی در کتاب التفهیم، تنکابونی در کتاب تحفت المؤمنین همه یادآور شدن عقاب زرین علم پرچم ایران بود و سرلشکریان در روزگار هخامنشیان شاهین شهپرگشوده در سرنیزه بلندی برافراشته به هم نمودار بود. و گزنفون هم در کتاب کوروشنامه میگه درفش پادشاهی ایران شاهینی بود از زر ساخته شده که بر نیزه برافراشته بود. یعنی ما از یونانی ها، از ایرانی ها، از پیش از اسلام، از بعد از اسلام سند داریم که این پرچم رسمی ایران بوده و به وسیله کوروش این به وجود آمده. این علامت در حقیقت در اول اینطوری بوده. در تخت جمشید و خیلی جاهای دیگه ما این علامت رو داریم. مثلا در آپادانا در سمت چپ که می‌بینید، این تصویری که بالا می‌بینید که فروهر امروز میگن، منتهی خورشید وسطش که نماد آیین مهر یا میترا بوده، بعدها برداشته شد و سر یک مرد به جای اون گذاشته شد. و اگر بریم اینجا نگاه بکنیم در کتیبه بیستون می‌بینیم که یک مرد جاش رو گرفته. این خورشید میترا زن بوده است، یک زن خدای ایرانی بوده است و نماد ایران بوده و بعد یواش یواش تبدیل شد به نماد آیین زرتشت. و البته که میدونیم این کار خیلی جدید صورت گرفته، یعنی مربوط به قرن 19 به این سو است که زرتشتیان معتقدند که این نماد گفتار نیکو کردار نیکو. این چنین چیزی نیست، این همان پرچم کوروش است با نقش خورشید بر اون و البته دیگه هم ندارد. خب کار زیبایی هم کردن. خب این بعدها می‌بینید که این درفش کاویان با تمام تفسیرهایی که در شاهنامه و کتاب‌های دیگه ازش شده، مثل تاریخ طبری، مثل کتاب‌های دیگه، همچنان اون عقاب کوروش بر بالای این پرچم دیده میشه. پس تا حالا یکی دو چیز دیدیم که این کار خود کوروش بوده است و خیلی هم کارهای پراهمیتی بوده. این تصویر خود کوروش است. بسیار دعواست. تصویر سمت چپ که می‌بینید بازسازی است که در سیدنی استرالیا در پارک المپیک گذاشته شده. تصویر سمت راست تصویر واقعی است، در برابر پاسارگاد است. بحث و جدل بسیار بوده است.
که آیا این واقعا کوروش است؟ به گمان من 100% این عکس کوروش است و این بالها در اون زمان رسم میده، نماد کشورهایی که تصرف کرده، همون نماد فرابهری که در اونجا دیدیم. خیلی جالب است، قسمت بالای این تصویر این سنگ شکسته است الان، هیچ چیزی نیست، ولی خوشبختانه کسی قبل از اینکه این رو بشکنن و غارتش بکنن نقاشی کرده بدون اینکه بتونه خط رو بخونه. از تعمدی نبوده که خواهم گفت کی بوده، این رو خونده و خیلی جالب است. بر بالای این نقش کتیبه‌ای سه زبانی وجود داشته در چهار سطر، دو سطر اول به فارسی باستان، دو سطر ایلامی و بابلی و به خط میخی، و نوشته است من کوروشم که شاه است و هخامنشی زاده. یعنی هیچ شکی نیست که این، آیا واقعا این لوحه که من میگم وجود داره؟ این نقاشی است که رابرت کرپورتر در 1812 کشیده، عکس هم گرفته. در اینجا ما میبینیم کتیبه بالای تصویر بالای اون سنگ هست. خب و ما کارهای این آدم رو داریم و کاملا امروز این خط خونده شده. امروزه از بالای اون بالها دیگه بقیهش نشانی در دست نیست. این آقا زاده 1777 میلادی، در گذشته 1842 جهانگرد، دیپلمات و نویسنده انگلیسی بود. از قصرگاه بازدید کرد و او اولین کسی بود که پی برد بنایی که به مشهد مادر سلیمان معروف است، همان آرامگاه کوروش بزرگ است. کارهای بسیاری کرده. این تصویر این شخص است، ما بسیار بهش مدیونیم، چون آرامگاه کوروش رو و اینکه این تصویر واقعا تصویر کوروش با وجودی که خودش نتونسته بود بخونه و بعدا خونده شد، دو تا چیز بسیار مهم تاریخمون مدیون این انگلیسی هست. حالا اگرچه سیاست انگلیسی ها همیشه کنه. این نمونه کارهای دیگری است که این شخص کرده. بسیار کارهای ارجمندی کرده در زمینی در زمانی که هیچ کدوم این خطا خونده نشده بود. می‌دونید که اون پلکان تخت جمشید است و پایین هم که آرامگاه کوروش است. خب یه پله بریم جلوتر، بیاین از فامیلی، از خانواده کوروش شروع کنیم تا بعد برسیم به خودش. آیا میدونیم که امروزه خیلی ها معتقد اصلا کسی به اسم کوروش نبوده، این رو یا یهودی ها درست کردن یا انگلیسی ها درست کردن، اصلا پاسارگاد قبلی اون نیست. بسیار توی روزنامه ها، کتاب ها، رادیو تلویزیون ها، و خیلی جالبه که ایرانی هم هستن و اصرار شگفت انگیزی دارن برای این امر که ثابت کنن که این گونه نیست. من میخوام ثابت کنم که اول ثابت کنیم که اصلا چه این شخصی وجود خارجی داشته. کیا گفتن؟ از خانواده کوروش قدیمی ترین سندی که داریم 2900 سال پیشه، نوشته آشوربانیپاله. این سند رو بعدا نشونتون خواهم داد. دومیش تاریخ نویس‌های یونانی هم مثل کتزیاس، گزنفون، هرودوت که راجع به قبایل پارس و نام بردن از هخامنش، چشپش، کوروش اول، آریارمنه، کمبوجه یکم که بعد با ماندانا ازدواج کرد و کوروش دوم ازش به دنیا آمد که کوروش بزرگ باشه. خب پس ما تا اینجا یک سنگ نوشته 2900 ساله داریم، دوم تاریخ نویس‌های یونانی رو. نگاه کنید این واقعا اینا نوشتن چیزی راجع به کوروش. کوروش اول نخستین فرد از خاندان شاهی پارس است، از خانواده کوروش، که آشکارا اسم وی در بنچاکی آمده است، یعنی سند منبع. آشوربانیپال، همون کتیبه اولی که اشاره کردم، میگوید کوروش پادشاه سرزمین پارسوا پیروزی های شکوهمندانم بر ایلام را شنود و دانست که چسان به کمک سرورانم آشور، بل یا بعل و نبود خدایان بزرگ چون سیل ایلام را زیر رو کردن. او پسر مهتر خود اروکو را با باج به نینوا پایتخت من فرستاد و فرمان برداری نمود. و پس کاملا مشخصه که داره راجع به خانواده کوروش صحبت میکنه. دومین چیزی که ما داریم اون کسی که سوار اسب کوروش اول است. خوشبختانه مهری گلی در کنار این قرارداد یافت شد که نام کوروش به خط ایلامی روی اون
نوشته شده و کاملا این البته تصویر برگردان اون مهر استوانه‌ای شکل هست و خود مهر هم در موزه بریتانیا هست، میتونیم بریم ببینیمش. و سرکرده پارس ها به نام چشپش سنگ بنای حکومت پارسیان را در ایران نهاد. به یک از خاندان هخامنشی بود با استفاده از زوال ایلام آنشان را که در نزدیکی پارسوماش بود تسخیر و خود را پادشاه بزرگ شهر انشان یا آنشان خان. این اسم یادتون نره بعدش برخواهی بشه، انشان یا آنشان. بسیار بسیار تو تاریخ ما این چیز مهم نیست این نام و این محل، بهش برخواهی بشه. این شخص سرزمین خودش رو بین دو تا پسرش تقسیم کرد، آریارمنه و کوروش اول که شاه بزرگ پارسوماش شد. پس سرزمینش به دو قسمت تقسیم شد. به روایت کتیبه بیستون و هرودوت، شاخه اول کوروش اول پادشاه پارسوماش بود، کمبوجیه اول که پدر کوروش بزرگ باشه از شاخه اول بود. بعد این کمبوجیه اول با ماندانا دختر پادشاه ما آستیاک ازدواج کرد و نتیجه اون یعنی فرزندش شد کوروش بزرگ. پس کاملا ما این سلسله دوم یعنی بخش دوم آریارمنه پسر دیگر چهشکش، فرزندش آرشام یا آرشامه و نوادش ویشتاس بودن. اینا کل خانواده کوروش هستند، یک نسل قبل از اینکه خودش وجود بیاد. پس کاملا از نظر تاریخی ما می‌بینیم کی بوده، با کی ازدواج کرده، کجا حکومت می‌کرده و چجوری این خانواده شکل گرفته. خب از دو سه نفر نام بردن، آیا اینا فقط ما اسمشون رو می‌گیم یا واقعا چیزی از اینا داریم در دست؟ یکیشون آریارمنه است، یکی از یه نسل قبل از کوروش. ما امروز یک کتیبه‌ای داریم طلایی با دبیره میخی هخامنشی در سال 1299 شمسی در همدان یافت شد. الان در موزه پرگامون برلین است. 11 سطر داره، سطر آخرش از بین رفته. ترجمه این لوح چنین است: آریارمنه شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه بر پارس، پسر چهشپش، نوه هخامنش، آریارمنه شاه میگوید این کشور پارس که من دارم دارای اسبان خوب و مردان است. خب کاملا مشخصه، کتیبه‌ش هم الان موجوده. البته بعضیا شوخی، خیلی جالبه که از اساتید بسیار نامدار ایرانی که در دانشگاه آمریکا درس می‌دن اصرار شگفتی دارن که این کتیبه‌ها که تمام موزه‌های جهان تاییدش کردن بگن اینا ممکنه، نگفتن 100%، گفتن ممکنه اینا ساختگی باشه. لوح زرین دیگری از ارشان آن یکی یعنی پدر بزرگ داریوش یکم در سال 1324 در بازار همدان خریداری شده. این کتیبه طلا در مجموعه خصوصی مارسل ویدال در آمریکا نگهداری میشه و در ابتدای اون نوشته ارشان شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس، پسر آریارمنه یک هخامنشی. خب تا اینجا از خانوادهش. این خانواده کجا زندگی میکردن؟ این کوروش کجا دنیا آمد؟ آیا واقعا میشه دست روی جایی گذاشت توی ایران رو گفت اینجا زادگاه کوروشه؟ من بیش از 10 سال در ایران و چندین سال در خارج روی این کار کردم و امروز به یقین میتونم بگم که دقیقا در کدام ده کوروش دنیا آمده و دوران کودکیش رو گذرونده. سعی میکنم این رو به شما هم ثابت بکنم میشم که اگه رفتون ایران بریم به دیدارش. خب به این نقشه دقت کنیم، یه نقطه در وسطش هست، مردش، خیلی باید برای همه تون آشنا باشه. در این مردش شما اول بالای قسمت سپیدان نوشته خلر، خلر هم اونجایی که شراب معروف شیراز که حافظ اینقدر تعریفش میکنه اونجا درست میشه. فکر کنم میبینم اینجا وسط رو فشار بدید کنتر اینجا این خلر مرکز اون شراب معروف شیراز است. خب اگر به مردش نگاه کنید همه بنیاد تاریخ ما و سلسله هخامنشی دوروبر این مردشته. خب میدونید که پاسارگاد یا تخت جمشید همینطور که توی نقشه میبینید اینجاست،
خیلی مهم است. ولی من به دو تا نقطه میخوام اشاره بکنم. اون دو تایی که به خط قرمز نوشته شده، ملیان و انشان که اشاره کردن. ملیان یک تپه است که من افتخاری داشتم که قبل از سال 57 در جستجو و کاوش های اونجا شاگردی بکنم. امروزی یکی از افتخارات هم هست که خیلی چیزا اونجا پیدا کردم. خب این نقطه زادگاه کوروش است، بیشک کورومان. خب حالا چرا این رو میگم؟ اینجا رو تو ذهنتو داشته باشین. شیراز، مردش، همش دورو بر همه، نه پاسارگاد و تخت جمشید، همه این منطقه زادگاه شاهنشاهی ایران است. خب انشان یا انزان که اوایل فکر میکردن در خوزستان هست و امروزه به یقین میشه گفت که نیست، نام ناحیه مهم ایلامی در ایران باستان است. حدود سالهای 1100 تا 770 پیش از میلاد انشان که در قلب پارس بود جزئی از خاک ایلام شد، یک شاهنشاهی دیگر ایرانی. حدود 770 تا 646 پیش از میلاد قبایل پارسی که خانواده کوروش باشن، ایلامیان انشان را وادار به مهاجرت به سمت شوش کردن، آمدن جاشون رو گرفتن. در سال 558 پیش از میلاد پادشاهی کوروش بزرگ در قلب پارس به مرکزیت انشان و نیز خوزستان آغاز شد. باستان شناسان و تا پیش از کاوش‌های ویلیام سامنر در سال 1972 در ملیان که نشون دادم جاش رو، دشت بیضای استان فارس، بیشتر موقعیت انشان را در خوزستان میپنداشتند. اما پس از این کاوش‌ها ایده‌های نوین بر وجود انشان در دشت بیضا اشاره دارد. و در طی نیم قرن گذشته تا کنون این موضوع مورد اتفاق باستانشناسان ایران و جهان است. یعنی همون محلی که در تمام این کتیبه‌ها زادگاه کوروش گفته شده. این انشان در همون جایی است که روی نقشه بهتون نشون دادم. در سال 1349 یافته‌های باستانشناسان در منطقه تپه ملیان شهرستان سپیدار، همین جایی که من فکر میکنم زادگاه دقیق روستایی بوده که کوروش درش به دنیا آمده، در دشت بیضای استان فارس، این گمان را پیش کشید که تپه ملیان محل شهر گمشده انشان باشد. با یافتن، چرا اینو گفتم؟ چه دلیلی برای این دارم که دقیقاً این روستا دوران کودکی و زابوم کوروش بوده است؟ پاره آجرهایی با خط میخی ایلامی در این محوطه این گمان را تقویت کرد. این نوشته ها که با نام یک شاه ایلامی در هزاره دوم پیش از میلاد است، از هدایای او به معبد انشان نام میبرند. با توجه به این یافته ها نظریه‌ای که میگوید منطقه انشان شمال غربی استان فارس را در بر میگیرد قطعیت یافت. یعنی کاملا مشخص است که اینا آمده در اونجا، در اون معبدی که این میگه اینجا انشان است. در غرب دشت شوش و در حوزه رود کر، شهر ملیان که امروز بهش میگن تپه ملیان، 50 هکتار وسعت داشته که در اواخر دوره نیایلامی به 150 هکتار میرسه و دور شهر اون رو حصاری میسازن و ملیان بزرگترین محوطه نیایلامی کاوش شده ایران تا کنون است. یعنی دقیقا همون جایی که کوروش میزیسته. آیا چیزای دیگری اونجا پیدا شده که دقیقا نشون بده اینجا زادگاه و پرورشگاه کوروش بوده است؟ در کتاب دنیای گمشده ایلام نوشته والتر هینز، از منابع معتبر ایران باستان و تمدن ایلام قدیم درباره منطقه انشان و حدود جغرافیایی آن نوشته است: کوهستان‌های شمال، شرق و جنوب شرقی سوزیان یعنی کوههای بختیاری و لرستان فعلی را انشان می‌نامیدند. ویلیام سامنر که رفت اونجا رو بازدید کرد، تعدادی آجر کتیبه دار اونجا پیدا کرد در همین تپه ملیان. این آجرها رو بردن دانشگاه شیکاگو و مطالعه کردن و گفتن که اینجا همون ملیان و همون انشان باستانی است که کوروش میگه اینجا زادگاه من بوده است. از سال 1971 تا 1978 هیئتی به سرپرستی همین سامنر از دانشگاه پنسیلوانیا و
و بعد با حمایت دانشگاه شیکاگو، کالیفرنیا، اوهایو و موزه متروپولیتن، همه اینها آمدن توی این تپه ملیان شروع کردن، چون فکر میکردن کشف بسیار بسیار بزرگی است اگر این محل دقیقاً همونجا باشه. در این حفاری ها علاوه بر شناسایی چند فاز از مراحل سکونت و ساختمان‌های قدیمی و دیوار شهر ملیان و سفال‌ها، مقدار زیادی اشیاء فلزی و تعدادی متن‌های نوشتاری و کتیبه‌های گلی یافت کردید که بیانگر وجود سکونت در این محل بود و نام خانواده کوروش هم در این کتیبه‌ها هست. اکتبر 2004 به مدت 6 هفته تیمی دوباره از آمریکا آمدن با همکاری میراث فرهنگی ایران، این مدارک که به دست آمد از حفریات ملیان نشان داد که این محوطه باستانی همان شهر باستانی انشان یا انسان است و کسی که سرپرستش بود دکتر عرفایی، باستانشناس بسیار نامدار ایرانی، تأکید کرد که همین تل ملیان همان انشان گمشده تاریخ ایران است. انشان یکی از کهن‌ترین تمدن‌هایی است که تاریخ جهان به خود دیده است. من نمی‌دونم چرا به جز چند تا مجله باستانشناسی در سر تا سر ایران کسی صدای این رو در نیاورد. انشان زادگاه پارسیان است، سرزمینی که از آن پارس‌ها اولین امپراتوری بزرگ جهان را به وجود آوردند و این سرزمین زادگاه کسانی بوده که مصریان، یهودیان، بابلی‌ها، سکاها آنها را پدر، بزرگتر، سرور و خدایان خود می‌دانستند و نام خود را بر خلیج پارس گذاشتند. کجا صدا در می‌رود؟ یه نگاه بنوزیم اونجایی که حالا لااقل به باور من، البته سند و مدرک خیلی دیگه نمی‌خوام خیلی وقتتون رو بگیرم. کجاست اونجایی که من فکر می‌کنم کوروش در اونجا به دنیا آمده و دوران کودکیش رو گذرونده؟ این اون روستاست. این روستای ملیان است. اگر همینک هم شما برید اونجا و اونجا رو ببینید، از محوطه های دوربرش، از گورستان ها، از شکل و شمایل راه ها میتوانید بگید اینجا به نظر میرسه که یک جای تاریخی شگفت‌انگیز است. خب از جمله یکی از کارهایی گفتم من درش سعیم بودم، این تپه است که کاوش شده، تپه مرکزی ملیان است. حالا من نقشه هوایی و نزدیکترش رو نشون میدم تا اون چیزی که من گفتم، البته خیلی‌ها ممکنه بگن چرا اینقدر باریک بینا نکنه. من فکر می‌کنم من محلی که خانه کوروش بوده اونجا رو هم پیدا کردم. برای اینکه فکر کنم ویژگی‌هایی داره اون ساختمون که فقط تنها مرکزی که میتونسته خانواده سلطنتی اونجا زندگی کنه همین خونه بوده. خب و امروزه به یاری تکنیک‌های پیشرفته این حرف رو میشه ثابت کرد و نشون داد. این اون نقشه اون محله. اون قسمتی که پایین نقشه می‌بینید روستای قدیمی ملیان و اون خط سیاهی که می‌بینید حصاری است که اونجا میره، اون قسمت قرمزی که پایین دو طرف حصار قرار گرفته، اینجا جایی است که تنها ساختمان دولتی و سامانه دولتی اون دوره در اونجاست. یعنی به احتمال خیلی زیاد میتونه اینجا همون جایی باشه که خانه کوروش و خانواده‌اش بوده. زیر همین قسمتی که می‌بینید اینها پیدا شده، ده ها و ده ها لوحه گلی ایلامی تپه ملیان که بعضی ها میگن خب حالا خوب شد اینا رو بردن خارج واقعا نگهش میدارن، ولی به درد ما چه میخوره که میدارن؟ آره توریستا میان و ما میریم میگیم به به همین پژوهشی، بررسی، کنار هم چیدنی، اینا چرا خونده نشده تا حالا؟ خیلی سند مهمی است برای تاریخ ما، ولی رفته تو دانشگاه پنسیلوانیا، اینا نمونه های دیگر ایناست و نخونده شده، ولی همه توی همون ساختمون پیدا شده، همه شکل مهر داره، مهرهای دولتی. آثار باستانی مکشوف از تپه ملیان از 3500 سال پیش شروع میشه، مرکز منطقه، مرکز تجاری سیاسی بوده، مهرها، استوانه های سنگی نشون میده که اینا با مناطق دیگه در تجارت و بازرگانی بودن و ما از جمله فهمیدیم که مثلا از افغانستان اینا فیروزه میبردن اینجا و روی تندیساشون ازش استفاده میکردن و صدف از خلیج فارس صید میکردن و میفرستادن به مناطق دیگر دنیا. پیرامون تپه ملیان، تل باکون،
تپه جری، تپه موشکی و ده ها اثر باستانی دیگر است. فقط ببینید این گنجینه که اینجا میبینید یکی از بارهایی است که این تل باکون که چسبیده به تپه ملیان دانشگاه شیکاگو اونجا بیرون آورده و همه اینا الان در شیکاگو است. یکی از دفعاتی که توی شاید حدود 13 سال اینا اونجا اشیاء رو بیرون می آوردن و به موزه های مختلف دنیا می رفتن. میخوام بگم که این مرکز مرکز کوچکی نبوده. خب بریم بر سر نام کوروش. کوروش یعنی چی؟ واقعا اسم این بابا کوروش بوده؟ بعضی ها یونانی ها میگن نه اسمش گراواتس بوده و بعدا عنوان لقب کوروش بهش داده شده. در روایت استرابو کتاب 15 فصل 3 نام کوروش بزرگ در آغاز آگرادوتس بود و کوروش نامی است که او پس از پادشاهی و با الهام از نام رود کر بر خود نهاد و کوروش ایلامی است. خب از همینجا بتونم بگم که این سر تا پا غلطه، چون چند تا پدر قبل از اونم اسمش کوروش بوده. این نام رو انتخاب نکرد تو خانواده اینها اینا و این پسوند اونش در داریوش، چشپروش، در خیلی از نامهای دیگر وجود داشته. خب یه عده‌ای میگن که این قرمز نوشتم حتما آیدیای خودم، خواستم برجسته بشه که بیشتر شما باورش کنید. من فکر میکنم قسمت اول اس کور یا خور یا فر همون خورشید است، خراسان، و کوروش یعنی خورشیدزا، فرزند خورشید. میدونیم همون نامی است که بعداً مهرداد، فرزند خورشید. بسیاری از ایرانی‌ها هنوز شما برید دور ایران بگرده همینجا توی این جنب ببینم کسی اسمش مهردا، مرزا، مرشی، میترا. علاقه ای که ایرانی‌ها داشتن همواره توی این ناخودآگاه ذهنشون باقی مانده. به باور من نام کوروش کور و اوش هست و کور یا خور یا فر همون خورشید است و بسیار این رسم رایج بوده است که خودشون رو به نمادی که تو فرابهرش هم نشون دادم مرکزش خورشید است. و میدونین ایرانی ها بسیار علاقه داشتن، آیین میترا تقریبا تمام جهان اون روز رو گرفت و مرکزش خورشید بود و حتی اینقدر این مهریان علاقه داشتن به این خورشید و اینکه در باورشون کسی نباید بود آیین خودش رو پنهان میکرد. بامداد که از خونه میرفتن بیرون ظرفی به رنگ سرخ، گل سرخی توی اون بود و انگشت اشارهش رو میذاشتن توی این گل و میذاشتن روی پیشانشون، همون که الان هندی ها میکنن، و این نشانه طرفداریشون از خورشید، همون علامت قرمز رنگ که توی اون فرابهر دیدیم، که البته بعدها ضرورت چی بگم تغییر یافت و تبدیل شده اون داغی که الان در اثر سجده و سر روی مهر گذاشتن روی پیشانشون پیدا میشه. البته باورهای دیگری هم راجع به نام کوروش هست. بعضی ها میگن از کردی گرفته شده و کور یعنی پسر و اوش یعنی بهشت و کوروش یعنی فرزند بهشتی، و بعضی ها میگن مادی و یا در نتیجه کرد بوده و این نامیست کردی. این باورها راجع به نام کوروش وجود دارد، ولی من همچنان فکر میکنم که اون دو باور سندیت خیلی زیادی ندارد، به ویژه اینکه نام اجداد کوروش هم کوروش بوده است و این نمیتونه او این کار رو کرده باشه. من چون فکر میکنم نامش خب آیا واقعا پیش از اینکه یهودی ها و انگلیسی ها این کار رو بکنن نام کوروش در هیچ جایی آمده؟ ما هیچ اطلاعی قدیمی از کوروش داریم؟ خب البته هیچ اشاره‌ای به کوروش، به داریوش و به شاهان ساسانی در متون اوستایی، مانوی و ساسانی نیست. در شاهنامه هم هیچ اشاره‌ای نیست. در زمانی که ترک‌ها، تازی‌ها، مغول‌ها و تیمور هم بر ایران حکومت کردن هیچ نامی در هیچ کتابی از کوروش و هخامنشیان نیست. فکر کنید تصادفیه این نام‌ها؟ درست توی این دوره‌ها اسم کوروش نیست؟ و چرا تو شاهنامه نیست؟ خب نمی‌خوام داخل اون بحث بشن و توضیحش بدم که چرا نیست. پس کوروش کجا هست؟ چون به معنی که میگه کوروش میگه چرا تو شاهنامه اسمش نیست؟ چرا مثلا تو متون اوستایی اسمش نیست؟ خب ما میگیم اول ببینیم کجا هست، اون وقت شما میتونید 1,000,000 کتاب بیاری بگید تو اینا نیست. من که نیست آخر اون رو بشینم اینجا هر کتابی که اسم کوروش نیست، شاید تو کتاب جبر سوم دبیرستان اسم کوروش نیست،
من قرار نیست ثابت بکنم که چون تو که میخوای بگی هست، آره من میگم هست و ثابت میکنم که بوده است. از کجا میتونم ثابت کنم برای بیباوران به این مسئله؟ به ترتیب اگه نگاه کنم و دسته بندی کنم، اول در کتیبه پاسارگاد و بیستون، در سالنامه نبونید شاه کلدانی و بابل، در توگات، در کتاب‌های ارمیا، اشعیا، نحمیا، عزرا، در کتاب‌های 15 و 16، در قرآن، در تاریخ‌های تاریخ نویسان یونانی مثل هرودوت، گزنفون، کتزیاس و پلوتارک و در منشور کوروش. ما از همزمان با خودش تا امروز سند و مدرک داریم بسیار معتبر که این که بوده و چه کرده. بذاریم به چند تاش نگاه کنیم. ببین واقعا اینا درسته؟ این کتیبه ایست سه زبانه، ایلامی، پارسی، اکدی، روی جرزهای سه تا کاخ پاسارگاد این لوحه پیدا شده و توی همه اونا نوشته منم کوروش شاه شاهان. پس یه شخصی این رو به عنوان سند و شناسنامه خودش باقی گذاشته برای ما که بعد از 2400 خورده ای سال ما پیدا کردیم و این هر سه کتیبه امروز موجود است. کتیبه بیستون، تمام خانواده کوروش در کتیبه بیستون آمده، از بند یک تا بند چار داریوش میگه من کیم، پدرم کی بود، پدر بزرگم کی بود و تمام خانوادهش رو همونطوری که من گفتم اینجا ردیف کرده تا نه پشت خودش رو تو کتیبه بیستون شمارده. از بند یک تا بند چارم در آغازش به زبانهای مختلف خانواده کوروش در اینجا آمده. و در بند ده مشخصاً به کوروش و فرزندان کوروش، یعنی کمبوجیه و بعد بردیا و داستان بردیا و تمام اینها اشاره کرده. و پس این هم یک سند دیگری که بزرگترین کتیبه دنیاست. شناسنامه ایران است. به قول آن مورخ اروپایی، ایران تنها کشوری است که سند مالکیت داره و سند مالکیتش کتیبه بیستونه، چون نام تمام شهرها و ایالتهای ایران و تمام خانواده این پادشاه رو کنده شده به چندین زبان. خب بیان یک کمی جلوتر، این کتیبه سالنامه نبونهی دشمن کوروش، همین که دوستمون اینجا الان صحبت میکرد و جبهش صحبت کرد، پادشاه بابل، در موزه بریتانیاست. روی این نوشته شده روز سوم از ماه آر حسمنه، یعنی آبان، کوروش به بابل اندر آمد. به پیش گامهای او شاخه های سبز افشانده می شود. او با مردمان شهر پیمان آشتی گذار. کوروش به همه مردمان بابل پیام درود و شاهکاش فرستاد. خب ما می دونیم که این نبونه ای سالنامه می نوشته و پادشاهان بابل سالنامه داشتن و ورقای دیگر این سالنامه هست. شاید دیگه میگن نه، این اینجوری که تعریف کرده از کوروش شاید به زور وادارش کردن بنویسه. خیلی خوب شاید به زور وادارش کردن، ولی بالاخره اسم یه بابایی رو نوشته اون تو. ما میخوام بگیم که این نوشته، حالا به زور وادارش کردن، از خودش که در نیاورده نام کوروش، شکست خورده و داره راجع به اون فاتحی که آمده اونجا سخن میگه. حالا اگر زیاد تعریفش کرده خیلی خوب، از اون قسمتش میگذره. خب بیایم یک اندکی جلوتر بریم تورات. واقعا توی تورات چی نوشته راجع به کوروش؟ نام کوروش 23 بار آمده، 4 بار دیگر در جای دیگه بهش اشاره شده. بیشتر داستان وی در کتاب عزرا یا عزیر به گفته اسلامی ها، در تواریخ اشعیا و دانیال، در این کتاب ها نام او آمده. کتاب اشعیا، از اشعیا شروع کنم. ببینیم این کتاب اشعیا که میگه راجع به کوروش میشه چی گفته راجع به کوروش؟ بخشی از تاریخ ما تو این کتاب هاست. باور داشته باشید این کتاب یا نداشته باشید، البته فکر میکنم هیچ کدامشون مدعی باشن که این کتاب از طرف آسمان آمده یا از طرف خدا آمده. خب میگه خداوند کوروش را برگزیده و به او توانایی بخشیده تا پادشاه شود و سرزمین ها را فتح کند و پادشاهان مقتدر را شکست دهد. خداوند دروازه های بابل را به روی او باز میکند، دیگر آنها به روی کوروش بسته نخواهد ماند. خداوند می‌فرماید ای کوروش، من پیشاپیش تو
حرکت میکنم. این حالت قسمتیش همشو که نمیتونم بکنم، فقط از هر کدومی که دو ساعت میکنم که ببینیم دیدگاه اینا از نظر تاریخ نگاری سندی وجود دارد که این بابا زندگی کرد و رفت و اونجا رو گرفت و یهودی ها رو آزاد کرد یا نه. کتاب نحویا و عزرا، خب میدونیم این دو نفر دو تا شخصیت دینی یهودی بودن و بعد از اینکه برگشتن به اورشلیم شروع کردن به اون معبد رو تعمیر کردن. خود نحویا خیلی جالبه، از یکی از مقامات دربار اردشیر هخامنشی در شوش بود، یهودی بود ولی در ایران مقام وزارت دربار رو داشت و فرمانروای یهودیه شد. عزرا در قرآن عزیر یکی از مشاوران اردشیر اول هخامنشی بود که او به یهودیه سفر کرد تا اون شهر را سامان بدن. خب اینا پس تو سیاست ایران بودن، تو دولت ایران بودن، خودشون یهودی رو جزء اون دسته‌ای بودن که رفتن به اونجا. خب ببینیم اینا چی میگن. میگه در سال 539 پس از سرنگونی بابل کوروش بزرگ به یهودیان آزادی میبخشد تا بتوانند به سرزمین خود بازگردند. کوروش در رخداد بابل حدود 42,360 نفر یهودی را به سرزمینشان رهسپار کرد. افزون بر این تعداد 7,337 غلام و کنیز و 200 نوازنده مرد و زن نیز به سرزمینشان بازگشتند. اصلا شاهکار واقعا. یعنی رقم ها طرف هم میدونیم که وزیر بوده اونجا و خب هموطناشو داشتن آزاد میکردن برگرد و این ولی برده آمار میگرفته که اینا چند نفر هم کجا دارن میرن. بخش یک این کتاب با نام کوروش فرمان بازگشت یهودیان را صادر میکنه. یعنی کاملا میبینیم که و در پایین این میگه من کوروش پادشاه پارس اعلام میدارم که خداوند خدای آسمان ها تمام ممالک جهان را به من بخشیده است و به من امر فرموده است که برای او در شهر اورشلیم که در یهوداست خانه‌ای بسازم. پس کاملا این رویدادی که اتفاق افتاده سند تاریخی براش وجود داره. و در کتاب دانیال میگوید خوابی میبیند که در شوش در کنار رودخانه اولای ایستاده است و یک بوچ که دو شاخه بلند داشت در آنجا ایستاده است. سپس یکی از این شاخه‌ها رشد کرده و از شاخ دیگر بلندتر می‌شود. خب بعد توضیح میده این خواب رو و بهش میگه گوچی که در خواب دیدی پادشاهی ماد و پارس است. کوروش بزرگ پسر کمبوجیه از قوم پارس و ماندانا از قوم ماد. خب یعنی شکل خانوادگی و ازدواج اینها رو روشن کرده. یکی از چیزایی که خیلی کمتر اشاره شده مناظره سقراط و آلکیبیادس و نشون میده که یونانی ها و به ویژه افلاطون دو تا نکته توی این مناظره سقراط هست. یکی این که وقتی با افلاطون صحبت میکنه افلاطون به صحبت میگه که من این فلسفه ای که بردم از ایران یاد گرفتم، از مغان ایرانی شاگردی کردم و از اونجا یاد گرفتم. دومی که برعکس این که در تمام کتابهای تاریخ ما نوشتن میبیند این دموکراسی که از یونان صحبت میکنن باید رفت از حکومت ایران آمد و کل اینها حدود دو صفحه این دو نفر با هم بحث میکنن راجع به وضعیت سیاسی در ایران. و برعکس این که تو کله بسیاری از ما هم هست که یک حکومت خودکامه تک نفره بوده، میگه نه اینا هفت خانواده هستن و با هم دیگه مشورت میکنن و بر اساس دادها یعنی قوانینی که دارن فرمان میدارن. کتزیاس، میخوام بگم اینایی که مورخین یونانی که میگن چقدر اعتبار دارن. این پزشک بود، به عنوان پزشک همسر داریوش دوم و اردشیر دوم در دربار ایران زندگی میکرد و 23 جلد کتاب به نام پارسیان نوشته. درباره کوروش مطالب بسیار زیادی، خب همزمان بوده تو دربار ایران زندگی میکرده، یونانی هم بوده، دشمن ایران هم بوده، یعنی ایران با یونان همش در حال جنگ بوده. خب من فکر کنم وقتم داریم پایان میرسه. خب یک چند دقیقه دیگه بیشتر وقتتون رو نمیگیرم. یک اثر بسیار مهم کتاب کوروشنامه است از گزنفون. این کتاب طولانی ترین اثر گزنفون است. نویسنده سپاهی دانشجوی سقراط بوده، اهل آتن بوده، مربوط به 370 پیش از میلاده. گزنفون شیوه پرورش، آموزش و زندگی کوروش رو نوشته. حالا بسیاری میگن خیلی هاش افسانه است، از خودش درست کرده،
من نمیگم واقعیه، ولی شما که میگی افسانه هست، از کجا میگی این حرف رو؟ آیا واقعا افسانه است؟ به نظر من افسانه ها خیلی بیشتر از سندهای تاریخی اعتبار دارند. ترانه ها، شعرها، قصه هایی که مردم ساختن خیلی ارزش های تاریخی توشون هست که توی خیلی از سندهایی که توی دربارها می نوشتن اون نیست. شما اگر بروید داستان حسنک وزیر بیهقی رو بخونید، وقت می فهمید که قصه ها و داستان هایی که روایت میشه چقدر ارزش تاریخی واقعی تری دارن. خب بله، یه رمان سیاسی است و پادشاهی کوروش توی این کتاب نمونه ایدئالی از حکومت عادلانه بر مردمی از اقوام و مذاهب گوناگون است. این جوهره این کتاب است. میگه بهترین حکومتی که میشه در دنیا ایجاد کرد، حکومتی که کوروش در ایران بنیاد گذاشته. خب وقتی عصر روشنگری یعنی قرن‌های 18-19 در اروپا فرا رسید، فیلسوفانی مثل ماکیاولی، ژان ژاک روسو و در آمریکا بنیانگذاران ایالات متحده آمریکا مثل توماس جفرسون، جان آدامز و بنجامین فرانکلین همه این کتاب رو خوندن و همه معتقد بودن که این کتاب نمونه خوبی برای پس زدن تفکر سیاسی واپسگرای صدهای میانه و ساخت بنای جامعه مدرن و شیوه فرمانروایی شایسته است. این نمونه از جلد و یکی از صفحات این کتابه که یک مهر روشه. من بعدا راجع به این کتاب اگه فرصت بشه ببینیم. این کتاب الان در کتابخانه کنگره ملی آمریکاست و کتابی بوده که مخصوص جفرسون بوده و یادداشت کرده کنید و به نوعی خودش نامه نوشته که رو بخونید. اگه میخوایی فرمانروای خوبی باشی باید روی زندگی این آدم رو بخونید. خب از این یه چیزم بهتون نشون بدم. آیا کلمه ذوالقرنین که در قرآن آمده اشاره به کوروش است؟ بعضی میگن اشاره به اسکندره. من اصلا فکر نمی کنم چنین باشد. قرآن به تقلید از تورات نام ذوالقرنین رو دلیل همون تصویری که اول نشون گفتن یه عکس کوروشه، اون گلهایی که بالای سرشه اینا به شکل شاخ میدیدن. و به هر حال مولانا عبدالکلام آزاد آیات 82 تا 95 سوره کهف رو که راجع به ذوالقرنینه دلیل آورده و میگه این 100% یکی از بزرگترین دانشمندان هند است. میگوید این کوروش است، نمیتونه این اسکندر بوده باشه و پادشاه بسیار کامیابی است و تمام توصیفاتی که راجع به اون سد یعجوج و مأجوج و جاهایی که رفته و به ظلمات که سفر میکنه همه و همه با جغرافیای فرمانروایی کوروش مطابقت دارن. آخرین سندی که نشون دادم چرا استوانه کوروش رو جزو این سند گذاشتم، نه به خاطر چیزای دیگه که همتون راجع به اون استوانه می‌دونید، راجع به خانواده کوروش. کاملا توی اون نسب خودش رو تا شهر انشان که گفتم میده زاد را همه توی این کتیبه توی این منشور کوروش ازش یاد کرده. و غیر از قرآن در آثار اسلامی تاریخ هایی که در این منظورم دوره بعد از اسلام، در بیرونی، در مسعودی، در طبری، در حمزه اصفهانی، در الکامل ابن اسیر، در تمام اینها راجع به کوروش نوشته شده است. یعنی در همون 2300 سال اول پس از آمدن تازیان مسلمان به ایران. این نکته رو بگم و سخنمو ببندم. ببینید مقابل بیرونی نوشته آثار الباقیه. خب نام کامل این کتاب است آثار الباقیه عن القرون الخالیه و هر کدوم اینا اسمش کامل نیست. من برای اولین بار تو این کتابایی که نوشتم به ویژه دو سه جلد آخر کتابی که نوشتم یک کلمه عربی در کتاب نیست و سعی کردم نشون بدم که میشه با زبان پارسی کتاب علمی نوشت. و از جمله کارهایی که فکر کنم اولین بار من کردم و سرصدای خیلی یادم اومد، گفتم تا کی میخوایم وقتی از یک دانشمند ایرانی که یک کتاب فارسی نوشته و کتاب نوشته که مطالب علمی رو به فارسی برگرداند، کتابای پزشکی رو به فارسی برگرداند، ما تا کی باید وقتی میگن بیرونی چه کتابی نوشته بگیم آثار الباقیه عن القرون الخالیه؟ مگه شما لمزربل رو وقتی از ویکتور هوگو میخرید میخونید تا
تو زبان فارسی پشتش نشته قرمز رو نشته بینوایان، یعنی نام کتاب رو از هر زبانی که باشد وقتی میگیرین بیارین تو زبان خودتون، مثل شاهنامه که برمی کنید The Book of Kings ترجمه میکنید. فقط ما عدل کتاب های عربی رو حق نداریم، در این هزار سال یک نفر این کار نکرده که اسم اینا رو به فارسی برگردونه. من این کار کردم. آثار باقیه عن قرون خالیه شده بازمانده های روزگار سپری شده. به نظر من هم بسیار زیباتره، هم کسی کنش میدونه آه کتاب تاریخیه پس. یا مروج و زهر که ما معلم ادبیات فارسی داشتیم میخوند مروج و زهر. خب این مروج و زهر، زهر طلاست، مروج نام کتاب است، مرغزاران زر و کانهای گوهر، چون اسم کتاب است مروج و زهر و معادن الجوهر. شما این کتاب این مرغزاران زر و کانهای گوهر چه احتیاجی است که حتما نام عربیش رو به کار ببرید؟ خب من زیاد سخن گفتم، مطلب راجع به کوروش بسیار بسیار زیاد است. دکتر جان ببخشید، یه چیزی فکر می‌کنم نیاز خیلی جالبه که اینا بگید که در مورد فوت حضرت کوروش که گزنفون میگه در حالت طبیعی فوت کردن، هرادوس میگه به دست کشته شده. من اشاره میکنم، من راجع به پاسارگاد که به نظر من یک شهر بسیار بزرگی، نخستین پردیس شهر جهان بوده، کلی اسلاید اونها داشتن ولی فکر میکنم دیگه خسته کننده میشه. این نکته رو جواب بدم و دو تا جمله هم بگم. بسیارانی در تواریخ نوشتن که کوروش هنگامی که به نبرد با مساگت ها رفت و گویا رابطه عاشقانه هم با ملکه اونها داشت، در جنگ با اون کشته شد و بسیاری از تابلوهای نقاشی که اروپایی ها کشیدن تاماس آن ملکه مساگت رو نشون میده، از جمله روبنس و نقاشای خیلی نامدار اروپا وقتی این تصویر رو کشیدن، تاماس کله کوروش رو که بریده گرفته دستش و داره تو تشتی از خون فرو میکنه و جمله معروفی هم زیرش نوشتن که تو که تشنه خون بودی حالا بنوش. به نظر من این داستان از بی خوبون ساخت پرداخته پانترکیست هست و سابقه تاریخی ندارد. یادداشت هایی که به قبیل از روی افسانه و داستان پرداختن هیچ سندیت تاریخی براش نیست. ما سندهای بسیاری داریم که توی من اسلایداش رو فراهم کرده بودم که وقتی که یونانی ها وارد آرامگاه کوروش شدن، از نگهبانای اونجا تا پارچه‌ای که روی تابوت کوروش افتاده تا اینکه چگونه اونجا دراز کشیده بود توی تابوتش، وصیت‌نامه‌اش چه بود، همه اینها امروز یافته شده و کوروش بر اثر مرگ طبیعی در نزدیکی‌های احتمالاً پاسارگاد درگذشت. البته ما می‌دونیم که این جنگ صورت گرفت و نخست باعث شد که شمشیری به ران کوروش بخوره و زخمی بشه، ولی این ملکه در جنگ کشته شد و ایرانی ها فتح کردن و برگشتن و بعد کوروش درگذشت به مرگ طبیعی یا بیماری نمیدونم. ولی اون توصیفات بسیار دقیق که 3-4 تاریخ نگار در از همون زمان تا حدود 100 سال بعد از داخل آرامگاه کردن، کاملا نشان دهنده اینه که چنین حادثه‌ای که سرش اونجا بریده باشن و جدا کرده باشن اینها، و هیچ سند تاریخی هم ما برای این نداریم. ببخشید من یه سوال داشتم. بفرمایید. من یه سوال داشتم در مورد این آثار تاریخی که در فرانسه بریتانیا میاد، چون همونطور که می‌دونید چه این منشور کوروش و کلا تمام وسایل عتیقه‌ای که از کشورهای مختلف میاد اینجا، آیا هیچ راهی وجود نداره برای برگشتشون؟ چون حدوداً 5 سال پیش اونطور که در خاطرم هست انگلیسی یه برنامه بود، خانم هندی بود که اعتراض میکرد به این معنی که چرا بریتانیا تمام این عتیقه های کشورهای دیگر برداشته آورده اینجا و اینا باید برگرده به کشورهای ما، یعنی مصر، ایران، و یه رأی‌گیری گذاشتن روی تلویزیون که حدوداً 45% رای دهنده ها گفتن که نباید اینا برگرده، باید بمونه برگرده. و
55% گفتن نه نباید برگرده. بعد گفتن خب میبینید که 10% بیشتر مایلن که اینجا بشه، که البته این رایگیری مناسبی نبود چون این رایگیری در کشور بریتانیا انجام میشد و مسلماً تمام اونا خواهان اینن که اینا اینجا نگه داشته بشه. اما از جهت قانونی فرضاً این منشوری که از عراق پیدا کردن بردن بریتانیا، آیا هیچ راهی وجود داره؟ حالا نه فقط منشور کوروش، ما الان خودتون هم فرمودید که در بین این عتیقه‌هایی که پیدا کردن اینا یک سره رفته آمریکا. آیا دلیلی وجود داره برای این بردن؟ آیا درصدی وجود داره از این عتیقه‌ها که باید برده بشه؟ یا اینکه نه چون اینا کاوش میکنن اختیارشو دارن و برمیدارن میبرن؟ روزه من این آخرین پرسشی باشه پاسخ بدم، مگر اینکه بعداً به من وقت بدن، چون من اجازه ندارم اینجا وایسم و وقت دیگران رو بگیرم. ببینید دوست عزیز، این یکی داستان از پر آب چشم، این چیزایی که آمده به خارج از نه فقط از ایران، برخیش دولت‌ها هدیه کردن، برخیش قرارداد و مقابله نامه داشتن که آمدن ببرن، مثلا در دوره ناصرالدین شاه قرارداد بستن که هر چی از زیر خاک در میارن طلاهاشو با ایران نصفه کنن بقیه‌اشو ببرن. این قرارداد دولتی بوده و به مورگان و دیولافوا و دیگران همه شوش رو غارت کردن و بردن به موزه لوور. یعنی موزه لوور وجود نداشت اگر شوش نبود و اینا اینجوری غارتش نمی‌کردن. در چه یه سرش با قرارداد دست رفته، ولی کنوانسیون‌های بین‌المللی به ویژه یونسکو و سازمان‌های دیگه قراردادهایی دارن که تمام اینا از نظر قانونی تکلیفش روشنه. و مثلا می‌دونید که اون بخشی از یونان که در موزه بریتانیا است الان نزدیک 40 سال اینا تو دادگاه هست و بخش زیادیشو برگردوندن. خب دولتی میخواد دلسوز به اینها. من دیگه چی بگم؟ دیگه بعدی دکتر سیفتر. آره من یک روزی فکر میکنم با آقای دکتر مرایی گفتم، من اگه یه روزی یک کاری بودم در ایران، که البته اگه کاری بودم بعدم نمید کاری باشم، ولی نه وزیر وقتی یه کاری توی همین میراث فرهنگی ما بودم، از اون چی که از تخت جمشید باقی مانده تخت جمشید دوباره از نو میساختم، برای اینکه در همون نزدیکی مردش صدها قبرستان مسلمان ها هست که اگه سنگاشو پس بزنی زیرش تکای تخت جمشیده و روش آیات قرآن رو کندن در و جاهای دیگه و جاهای دیگه که کار بسیار راحتی است، چون خیلی هاش جدیدن اومده تو همین سالهای اخیر اومده، غیر قانونی اومده. هنوز چیزایی هست که مثلا طبق قرارداد موزه چیزی زودتر از 30 سال حق نداری از یک کشوری بیاد بیرون، حتی اگه تو بخری بذاری توی موزه. ولی شما همین الان برین لوف، من فکر کنم یکی دوتا از دوستان با ما بودن و رفتیم دیدیم و اینجا حاضرن، که چیزایی که اونجا نوشته که مثلا این 10 سال پیش پیدا شده در سیستان، در حالی که طبق قانون خود اونجا زودتر از 30 سال حق ندارن داشته، ولی قشنگ با افتخار گذاشت، چون میدونه کسی نیست که دنبال این داستان رو بسیارست. در نتیجه من با دو تا جمله صحبتم رو تمام کنم. من امشب نیامدم اینجا واقعا که خودم و شما رو ببرم روی شانه های کوروش بیستیم و یا کوروش رو برداریم بذاریم سر شونه هامون و دور دنیا بگردیم بگیم ما چنین کسی باشیم. من دلم میخواد ما روی شانه های کوروش بنشینیم و به سوی فردا به پیش بریم. ما اونقدر این فرهنگمون توانایی داره که هیچ نیازی نداریم افسانه پردازی کنیم یا ببریمش توی آسمون ها بذاریمش. بذارید رو همین زمین با خود ما زندگی کنن. هر انسانی در درازهای تاریخ ممکن است فرازی داشته، فرودی داشته. این حاله تقدس از دورشون برداریم. کوروش رو همان گونه که بوده است، به عنوان یکی از بزرگترین رهبران یک سرزمین که تونست است در یک جامعه چند فرهنگی، چند زبانی، چند مذهبی در 2500 سال پیش شما بروید به فاصله بسیار نزدیکی همین بابل که این منشور زیر طی ستونش پیدا شده، کوروش رو برای افتخار ننوشته بود. این رسم بود، می‌نوشتن می‌ذاشتن اونجا که سند باشه برای تاریخ. وقتی که کوروش این منشور رو نوشته، به فاصله بسیار اندکی یک نفر دیگه هم بابل رو فتح کرد. و اون هم یک کتیبه داره اونجا، یک منشور داره. و اون آشورونیپال هست. اگه میخواییم دوتا رهبر رو مقایسه کنیم در یک زمان، تا
هر دو اینا تو همین اینترنت همین الان میتونید تلفن بزنید. کتیبه آشوب با میپال هنگام فتح شوش و بابل میگه من سگ و گربه هاشون رو زنده نذاشتم، خاکشون رو اگه میتونستم میکردم تو توبره اسبان و از اینجا میدونم. کاری کرد که دیگر این شهر از خاک بر نخواست. وقتی مقایسه میکنی، وقتی بیریم میسنجش با زمان خودش، میکنم که چه بوده است و چه کرده است در تاریخ که این گونه مانده است و بذاریم همان گونه برای ما باشد. کوروش بسیار بزرگ است، رهبری بوده است، انسانی بوده است، بسیار فرزانه، بسیار دانا. برویم اندیشه هاش رو، چه چیزی واقعا ملیت ما رو شکل داده؟ ما چرا ایرانی هستیم؟ از کوروش میتوان یاد گرفت که چرا ما ایرانیم. بعضی ها میگن ما دین اسلام یکی از پایه های من اینجا نگمادم بر علیه یک دین یا لهش صحبت بکنم، ولی با یک پدیده اجتماعی و تاریخی درگیرم. اگر بگوییم دین اساس ملیت ماست، خب توی ایران دینهای مختلفی هست. اصلا میترالیسم اومده رفته، زرتشتیگری اومده رفته، اسلام اومده رفته، ولی ایران ایران بوده است. برویم ببینیم چگونه با دینهای مختلف، با زبانهای مختلف، پس چه چیزی اساس این وحدت رو در زمان کوروش تشکیل داد که تونست چنین امپراتوری بزرگی با دین؟ دیدم در بعضی از جاها منشور کوروش رو که ترجمه کردم بالاش نوشته به نام اهورامزدا. باور کنید در منشور کوروش چنین چیزی نیست. خیلی جاها تو اینترنت الان واسه هم نوشته به نام اهورامزدا. نه، چنین چیزی نیست. شما تا دوره ساسانیان وقتی میرید در بیستون نگاه میکنید، این بار که رفتیم این دونه هم بهش نگاه کنید، پادشاه وقتی داره حلقه سلطنت رو میگیره، میترا یک سو ایستاده، آنایتا در سمت دیگرش ایستاده، اهورامزدا در سمت دیگرش ایستاده. این درسی است که ما از کوروش باید یاد بگیریم. داغل امروز در کنار هم دیگه خیلی لازم نیست روی نقاط مشترک هم دیگه یاد بگیریم، با نقاط مختلف هم دیگه هم کنار بیاییم. تا که این همه باور درود بر شما. همیشه بودید.